سلام فوجا، خدمت شما و بیننده عزیز. در هفته بیشتر تجلیل عید در سراسر جهان در رسانه‌های اجتماعی منعکس شده. از جمله به مناسبت روز عید مسلمانان جهان عکس های بیشمار در فیسبوک و سایر شبکه‌های اجتماعی پست کردند که جالب و دیدنی است. از جمله با هشتگ عید سلفی یا عکس های افراد با عید بیشتر دیده شده که افراد از نقاط مختلف جهان با گوسفند، لباس های نو عیدی و شینی های عیدی عکس هایشان گذاشتند. قیس الفت، هنرمند شناخته شده افغانستان، به عنوان تحفه عیدی در مصاحبه با سمیر دستوری در فیسبوک صدا آمریکا به طور زنده در مورد فعالیت های هنری صحبت کرد و با نظریات و پرسش های علاقمندان خودم پاسخ داد. این مصاحبه در سایر صفحات فیسبوک در میان علاقمندان قیس الفت پربیننده بود و شریک شده. باز هم بختر عید قربان، شفیق موری در فیسبوک خود با گزینه فیسبوک لایف یا پخش زنده در روز عید برای علاقمندان خود عید تبریک گفت و در ابتکار تازه هم با یکی از نوازندگان افغان آهنگ را به طور زنده اجرا کرده که در صفحه فیسبوکشان پربیننده است. آرش بارز، هنرمند افغان، به ضمانت آزاد شد و بعد از اعتراضات علاقمندان صدای آرش بارز در رسانه‌های اجتماعی و کمپاین آرش بارز آزاد کنین با ارتباط قضیه پولی و کشته شدن افسر پلیس، آرش آزاد شده. وای در صفحه فیسبوک خود از علاقمندانش به خاطر عدالت خواهی و آزادی و سپاسگزاری کرده. جستن ترودو، صدراعظم کانادا، در توییتر و فیسبوک عکسهایی از دیدار ایدی با جامعه مسلمانان شهر اتاوا گذاشته و برای مسلمانان جهان پیام ایدی داده. در میان سایر گزارش‌های جالب در اینستاگرام، دیزاینر اندونزیایی انیسه حسیبوان بر اولین بار لباس‌های طراحی خود لباس‌های اسلامی را در هفته مود و فیشن نیویورک به نمایش گذاشته. لباس‌های اسلامی انیسه در این نمایش لباس‌های جالب و دیدنی بود و مورد استقبال سایر طراحان مشهور لباس در جهان قرار گرفته است. کسانی که علاقمندان سلمان خان هستند و فیلمایش را می‌بینند، این خبر بر از اون است. سلمان خان اولین اپلیکیشن گیم بینگ سلمان خان یا سلمان خان بودن در صفحه فیسبوک خود معرفی کرده. در این اپلیکیشن شما می‌توانید که با سلمان خان جنگ کنین یا نقش بازی کنین.